Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. من دکتر زبیولاه دین هستم. این ویدیو ها به خاطر بلند بردن سطح دانش مسلکی مؤثرین و دکتران افغان تهیه دیده شده. ما تا حد امکان کوشیدیم مفاهیم مغلق طبی را به زبان ساده به شکل کیس پرزنتیشن خدمت شما عزیزان تقدیم بکنم. مؤثرین و دکتر صاحبایی که فکر میکنم آموزش به این شیوه به افزایش دانش مسلکیشون کمک میکنم میتونند در صنفای ما حاضر شوند. ما در هر لکچر خود یک کیس با مفاهیمی که مرتبط می باشه با اون کیس خدمت شما عزیزان تشریح میکنیم. میپردازیم به کیس امروزی خود. در کیس آمده شده که یک مرد 80 ساله در شفاخانه آورده میشه و کمپلینش very severe pain in his back است. در پشت خود به صورت اپرات درد احساس میکنه که بسیار شدید است و انتشار میکنه به پایش است. هفت ماه قبل این مریض به ستیج فور پروستیت کانسر تشخیص شده، سرطان پروستیت داره which reached his spine. و این سرطان چون ستیج فور چهارمش هست، یعنی انتشار کرده به ستون فقرات که معمول ترین جای انتشار سرطان پروستات می باشد، پالیتیف رادیوتراپی برش صورت گرفته، شعاع میگیره به خاطر سرطان خود، اما فعلا کورس رادیوتراپیش خلاص شده و لوپرولایت که بخواد دوای آنتی کانسر است استفاده میکنه. خود دلیلی که پیش ما در شفاخانه آمده این است که سرطان داره، چون قبلا تشخیص شده. He's restless, very irritable even after taking ibuprofen. درد بسیار شدید داره و بسیار نارام و مخرش است، با وجودی که دوز بالای ایبوپروفن یک دوای ضد درد و التهاب است گرفته. He has never received any narcotics. هیچ وقت دوایی که مشتقات مواد مخدر است نگرفته به خاطر درد. از پیش شما سوال شده که به تو یک مریض که در استیج 4 سرطان پروستات است و سرطان انتشار کرده و سپاینش مورای کمر و درد بسیار شدید داره و پیش شما آمده، چی توصیه میکنیم؟ جواب اولش این است که آیا های دوز NSAID برش میتیم؟ NSAID نان استیرویدال انتی انفلاماتوری درگز، دوایی که تاثیرات ضد التهابی و ضد درد و ضد تب دارن اما استیروید نیستن، آیا این را برش میتیم؟ اگر جواب ما این می بود قبلا مریض ایبوپروفن گرفته و ایبوپروفن خودش از دوای NSAID است، جواب نداده، بنابراین نمیتونیم ما برش این جواب انتخاب بکنیم که های دوز NSAID بگیره. جواب دومی است که آیا ترانسدرمال فنتانیل پخش برش بدیم؟ فنتانیل هم از نارکوتیکاس مشتقات مواد مخدر، دوام تاثیرش خیلی طولانی است و برای از اینکه تاثیراتش شروع شود به صورت یک ترانسدرمال تحت جلدی برای مریض داده شده شود یا در جلدش مانده شود، زمان کار دارد تا تاثیراتش شروع شود و تاثیراتش طولانی می باشد. از طرف دیگه هم خیلی قیمت است، اما مریض فعلا درد داره، ما نمی خواهیم که دوایی بدیم که 4 ساعت یا 5 ساعت با تمام شود. و در طبابت قاعده است که همیشه think cheap، باید ارزان فکر بکنیم برای مریضان. جواب دیگه ای است که برای مریض یک شارت اکتینگ مورفین شروع میکنه. شما میفهمید ما پیشکاری های مورفین داریم، من پولش هم الوی داده میشه و بسیار سریع تاثیرات شروع میشه، کوتاه مدت هم تاثیرات شخص ارزانتر هم است. روی جواب بعدا صحبت میکنیم چون جواب درست هم نیست. جواب چهارمی است که لانگ اکتینگ اوپیت میدیم، اوپیت هم مشتقات یا مثلا چیزهایی است که از مواد مخدر ساخته میشه، به خاطر درد داده میشه، دردهایی که قابل تحمل برای مریضا نباشه. خب فنتانیل هم اوپیت است، فنتانیل هم اوپیت های لانگ اکتینگ است و لانگ اکتینگ اوپیت ها جنجال شده نیست که تا تاثیراتشان شروع شما زمان میگیره. جواب دیگه ایست که رادیوتراپی رو ریپیت بکنیم. خب مریض با درد پیش ما آمده به این خاطر توصیه دوباره رادیوتراپی هیچ برای کیس ما ارتباط نداره، کورس بعدی خود در وقتش میگیره. رادیوتراپی بار بار درد مریض کم نمیکنه، فقط سیر مرض تغییر میده.
جواب درست ما در اینجا ای است که ما باید به این مریضا شارت اکتینگ مورفین بدیم. مورفین هم از مشتقات مواد مخدر است. سریع تاثیراتش شروع میشه و در چند ساعت محدود تاثیراتش میموشه، دوباره پس رفته میشه. از طرف دیگه مرزون است. بحثی که در طبابت مطرح است، اوپیت ها یا مشتقات مواد مخدر نظر به ترایل هایی که شده عمر مریض هایی که یارا میگیرن کم میکنه. به این خاطر یک بحث اخلاقی است که آیا ما مشتقات مواد مخدر اوپیت ها را به خاطر کم کردن درد مریض ها بتیم یا ندیم. به این خاطر بعضی ها طرفدار هستند که باید مورفین ها داده شد و بعضی ها طرفدار هستند که باید داده نشد، به خاطر از اینکه مثل مرگ تدریجی و ریسپر مریض ها. اما گایدلاین های معتبر دنیا توصیه شانی است که شما از اول هیچ وقت دوای اول مشتقات مواد مخدر توصیه نکنید. خب در کیس هم شما دیدید که اول برای مریض ایبوپروفن داده، اما که ایبوپروفن آرام نشده. دوم، وقت مریض استدباب شده داره، خصوصا مریضایی که سرطان می داشته باشن، اونا سرطان یک مریضی معمولا صبر علاج است و توقع حیاتی هم از این مریضا نمیره دیگه که زیاد زنده و باهم. به این خاطر مهمترین چیزی است که ما کیفیت زندگی مریض بهتر بکنیم. به این خاطر میتونیم به کسایی که استدباب داشته باشه بدون از اینکه ما بترسیم درشان اوپیت ها یا مشتقات مواد مخدر مثل مورفین یا لانگ اکتینگ هایش مثل فنتانیل، بتیدین یا توصیه بکنیم. اما من نظافتی که در این کیس وجود داره اوی است که هیچ وقت ما از دواهایی که لانگ اکتینگ باشه و تاثیراتش دیر شروع شد و برای مریضی که فلان درد داره شروع نمیکنیم. همیشه کوشش میشه که با شارت اکتینگ ها تاثیرات شروع شد و باز اگر میخواستین که مینتین بکنین، یعنی دوامدار یک دوا را بگیرن، مثلا فعلا تمام مریضایی که به سرطان پروستات میباشه که به ستون فقراتشان انتشار میکده باشه ترامادول تبلیتش توصیه میکنن به شکل مینتینس. زرقی میشه برای مریض شارت اکتینگ شبته مثل مورفین و هر وقت تاثیرات زیاد داخل دوران به شکل مینتیننسش رسید میتونیم تبدیلش بکنیم به تابلیت ها یا به دوایی که لانگ اکتینگ هستن و مصرف زیاد هم در مریض ندارن. بنابراین بهترین انتخاب در اینجا شروعش که یک شارت اکتینگ است، بیست نیکست استیب همی است، اما میشه مریض با سوایک پیت لانگ اکتینگ در صورت که دوابدار ضرورت داشته باشه خانه نام بود.